خانه نادری پور فرزند عباس معروف به تهرانی متولد 1324 دارای همسر و دو فرزند مذهب مسلمان شیعه اثنی‌عشری طبعه ایران شغل کارمند سابق سازمان منحله ساواک. این یکی از معروفترین و پر سر و صدا ترین جلسه های دادگاه انقلابه. دادگاه محاکمه بهمن نادری پور ملقب به تهرانی. متهمی که همه اتهاماشو میپذیره و تنها خواستش از رئیس دادگاه اینه که زمان بیشتری بهش بدن تا بتونه ریز بریز 12 سال فعالیتش رو در ساواک شهر بده. تهرانی درجه داره رد بالا یا مهره ارزشمند نبود. به روایت ساواکی ها بازجو بود و به قول انقلابیون شکنجه‌گر. از پایین ترین طبقات اجتماعی بود که پاش به ساواک باز شد و به پاس حرف شنوی و اطاعت بیچون و چرا مدارج ترقی رو به سرعت طی کرد. واسه تهرانی شاه و خمینی فرقی نداشت. پهلوی و جمهوری اسلامی هم فرقی نداشت. مواجب بگیری بود که برای رضایت مافوقش همه کار میکرد. اون طی 3 جلسه دادگاه به کرده و نکردش اعتراف کرد به امید اینکه بتونه از محلکه‌ای که توش گیر کرده فرار کنه. توی این ویدیوی تونل زمان با ما همراه باشید تا با بهمن نادری پور بیشتر آشنا بشیم. بازجویی که افتخار زندگیش نماز خوندن تو مسجد الاقصی بوده. قبل از شروع از پایین هم این ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. بهمن نادری پور وقتی قبل از تیربارون تو محوطه اوین گفت من جنایت کردم و باید کشته بشم و آنچه من کردم شرم نکرده بود، تنها 34 سالش بود با 12 سال سابقه کار در ساواک. متولد 1324 بود و بچه پایینای تهران، واسه همینم به تهرانی معروف شد. البته بهمن اصالتاً آذری بود و لهجش هم داد میزد بچه کجاست، اما هر وقت ازش میپرسیدن کجاییه سری میگفت بچه تهرونم و اسم مستعارش هم شد تهرانی. برای بازجوهای ساواک این اسم مستعار از اسم خودشون هم مهمتر بود و عادت کرده بودن همدیگر رو با اسم مستعار صدا کنن تا زندانی ها اسم واقعیشون رو نشنون و یه وقت اونا رو نشناسن. تهرانی که وارد ساواک شد 22 سالش بود و کارش رو از بایگانی شروع کرد. دیپلم داشت و یه مدت خیلی کوتاه هم جذب حزب توده شده بود، اما بیخیال فعالیت سیاسی شد و رفت سربازی. سربازیشو تو سپاه دانش گذروند و توی روستا حوالی مشهد معلمی کرد. خدمتش که تموم شد برای استخدام تو چند تا سازمان دولتی فرم پر کرد که قرارش به ساواک افتاد. خودش ماجرای استخدامش رو اینطور تعریف کرده. یه روز نامه‌ای بدون مارک و امضا دم خونمون اومد با این مضمون که برای مصاحبه استخدامی یه سازمان دولتی به ساختمونی تو خیابون ایران شهر شمالی احتمالاً پلاک 64 یا 68 برم. تو تاریخی که معین شده بود مراجعه کردم. یه جوون خیلی خوش‌قیافه و خوش‌صحبت با هم مصاحبه کرد و گفت اینجا هدفمون خدمت به ملت و مملکت و بعد از پایان مصاحبه هم گفت که من شایستگی استخدامو دارم. شناخت خاصی از ساواک نداشتم و اونم بهم گفت کارم تو ساواک کار دفتریه. برگشتم خونه و از اونجا که نیمچه اعتقادی داشتم به مادرم گفتم برام استخاره کنه و اونم سراغ پیش نماز مسجد محلمون رفت. برام استخاره کرد و خوب اومد و اینجوری شد که 13 اردیبهشت 46 مقابل پرچم ایران زانو زدم و به قرآن مجید قسم خوردم که به پرچم ایران و رژیم شاهنشاهی وفادار باشم. کارت شناسایی رو دادن دستم و راهی اداره سوم شدم. بهمن یه مدت تو اداره بایگانی و فیش مشغول به کار بود و بعد به بخش 311 که وظیفش جمع‌آوری خبر درباره گروه‌های کمونیستی بود منتقل شد. در این بخش بود که به رهبری عباس‌علی شهریاری در فرایند نفوذ به حزب توده قرار گرفت. اگرچه به گفته خودش از نظر سلسله مراتب اداری کارمند رتبه 9 ساواک محسوب می‌شد، ولی چون در اجرای مأموریت‌هاش وسواس و دقت نظر زیادی به خرج می‌داد، به سرعت پله‌های ترقی رو طی کرد. سال 49 تو ساواک 2 کمیته بود که زیر مجموعه اداره سوم کار میکردن. یکی مسئول شناسایی عوامل تظاهرات سراسری در دانشگاه ها و یکی دیگه هم مسئول شناسایی دستگیری و بازجویی از اعضای آشکار و مخفی سازمان مجاهدین خلق و توده ای بود. نادری پور به عنوان یکی از بازجویان اصلی در هر دو کمیته حضور داشت و جزء عناصر اصلی بازداشت چپ ها در ماجرای سیاکل و دستگیری گروهی اعضای سازمان مجاهدین خلق.
از سال 50 به بعد تهرانی از نیروهای اصلی و مطمئن ساواک که اسمش به پرونده های مهم می گره خورده و یکی از مهمترین هاش پرونده مرگ بیژن جزنی و نزدیکانش در ارتفاعات اوینه. جزنی فعال سیاسی چپگرا بود که سالهای زیادی رو تو زندان گذروند و بعد از واقعه پاسگاه سیاهکل به اتهام اینکه از داخل زندان به چپ‌ها خط می‌داده به شدت تحت بازجویی قرار گرفت و تهران یکی از بازجوهای اصلیش بود. اسفند 53 بیژن جزنی که در حال گذروندن دوره محکومیت 15 سالش بود بدون اعلام قبلی به اوین منتقل شد و 29 فروردین 54 خبر رسید که جزنی به همراه 8 زندانی سیاسی دیگه در حال فرار از زندان بودند که تو تعقیب و گریز در ارتفاعات اوین کشته شدند. از این ماجرا دیگه خبری بیرون نیامد تا اینکه به اصلی ترین بخش اعترافات بهمن نادری پور تبدیل شد و اون تنها کسی بود که ماجرای تیربارون شبونه جزنی رو با جزئیات کامل بازگو کرد. بعد از ترور سرتیپ رضا زندیپور رئیس وقت کمیته مشترک در اوایل فروردین 54 ساواک به قصد انتقام جویی نقشه ای رو طرح کرد که همه ی عوامل اجرا تا آخرین دقایق هم از چند و چونش مطلع نبودن. پنجشنبه 28 یا 29 فروردین بود که رضا عطارپور یا همون دکتر حسین زاده از من خواست ترتیب انتقال کاظم زولنوار رو بدم. من نامش رو نوشتم و امضا کردم. به زندان اوین رفتم و قرار شد شعبانی و نوذری زندانیا رو تحویل بگیرن و بیارن. ما هم به قهوه خانه اکبر اوینی رفتیم و منتظر بودیم. مینیبوس عامل زندانی ها در حالی که سرهنگ وزیری با لباس ارتشی در اتومبیل بود رسید و سربازی که اونجا پاس میداد رو مرخص کرد. زندانیا رو بالای ارتفاعات اوین بردیم و در حالی که چشما و دستهاشون بسته بود ردیف رو زمین نشوندیم. بعد عطارپور براشون سخنرانی کرد و گفت همونطوری که دوستا و همکارای شما که شما رهبرای فکری اونا هستید و از زندان باشون ارتباط دارید همکارا و دوستای ما رو اعدام میکنن و از بین میبرن، ما هم شما رو محکوم به اعدام کردیم. جزنی و چند تای دیگه شدیداً اعتراض کردن، اما نمیدونم عطارپور بود یا سرهنگ وزیری که مسلسل و سمتشون نشونه گرفت و به رگبار بست. بعد هم مسلسل رو یکی یکی به ما داد. من نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل بهم رسید و وقتی من شلیک کردم دیگه زنده نبودم. آخر سرم سعدی جلیل اصفهانی بالای سرشون رفت و هر کدومشون که نیمه جان بودن رو خلاص کرد. دیگه ماموریتی تو ساواک نیست که به تهرانی سپرده بشه و به خوبی از پسش بر نیاد. برای همینم نشان درجه دو کوشش دریافت میکنه و برای دوره‌های آموزشی به آمریکا و اسرائیل اعزام میشه. لقب تهرانی برای بهمن نادری پور سال 54 شکل و شمایل رسمی گرفت و زمانی که قرار بود برای دوره آموزشی به اسرائیل اعزام بشه پاسپورت سیاسی یا به قول معروف پاسپورت خدمتش به نام بهمن تهرانی صادر شد و اون به همراه 5 نفر دیگه با پوشش چکاب پزشکی راهی تل آویو شدن. مسئول این تیم 6 نفره سرگرد و امید عشقی بود و دوتا کارمند از اداره 8 ساواک، یه مترجم، خود تهرانی و هوشنگ ازغندی معروف به منوچهری همراهیش میکردن. تهرانی میگه در فرودگاه تل آویو مامورای موساد دنبالشون اومدن و بهشون گفتن که برای دوره آموزشی 5 روزه اونجان. تمرکز دوره آموزشی هم روی سازمانهای انقلابی و چریکی بود. علاوه بر این در مورد شیوه های جمع‌آوری اطلاعات هم تحت آموزش قرار میگیرن. تهرانی میگه شیوه اطلاعگیری موساد که در سفرشون به اسرائیل باهاش آشنا شدن و سعی کردن در تهران پیاده کنن به این ترتیب بوده که در محله و مناطقی که هم نسبت بهش مشکوک بودن و همین که کمترین اشراف اطلاعاتی رو داشتن اهالی و ساکنان اون محله رو پایش میکردن و به دنبال نقطه نفوذ میگشتن. حالا زمانی این نقطه نفوذ رو با زور و تهدید مجبور به همکاری و خبرچینی میکردن، یعنی طرف یه نقطه ضعف یا خلافی داشته که دست میذاشتن روش یا اینکه یه آدم پولی پیدا میکردن باش ارتباط میگرفتن و تطمیعش میکردن. سفر تهرانی و همراهش به تل آویو 6 روز طول میکشه و روز آخرم اونا رو میبرن به بیت المقدس که خودش گفته در مسجد الاقصی نماز خونده و بهترین بخش سفر همون بوده. تهرانی تمایل مذهبی قوی داره. چه از روزی که برای استخدام تو ساواک سراغ پیشنماز محلشون میره که براش استخاره کنه، چه زمانی که میگه تو اسرائیل لب به شراب نزده و عوضش تو مسجد الاقصی نماز خونده و از همه مهمتر بعد از پرونده‌ای که توش احساس گناه میکرده به مشهد میرفته و استغفار و توبه میکرده. کمیستگی بسیار به زیارت امامزاده به سلامون
خودت هر جنایتی که به هر حال در این شرکت داشتم استدعا کردم من را به راه راست را کنم. من همیشه به زیارت محمود را ساختم و همیشه می گفتم ای امام حضا تدیر و سیاه خود را بست و می خواستم من را به راه راست را کنم، ولی حالا می فهمم نباید تو تدیر کسی می بودم. من باید خود تعقل می کردم و تصمیم می گرفتم. این حال زار و دگرگون تهرانی بعد از گفتن جزئیات پرونده ابراهیم خلیق بهش دست میده. چیری که فدایی که زیر شکنجه کشته میشه. البته ابراهیم زمان دستگیری سیانور میخوره، ولی خب به سرعت به بیمارستان میرسوننش و معده‌ش و شستشون میدن تا ازش حرف بکشن. خلیق زنده میمونه و ناهیدی و تهرانی بازجویی رو ازش شروع میکنن، ولی دووم نمیاره. البته تهرانی گفته که مرگ ابراهیم خلیق ناخواسته بود و اون نقشی تو کشتنش نداشته. بر من حسین ناهیدی و چند نفر دیگر از گاردها و پاسداران سواک مشهد هم در اتاق بازجویی بود. به همین مناسبت دست و پای او را به تخت بسته و با کاخ شروع به زدن کرد. مدت چند این کار شرم‌آور را انجام شد. بعد دست و پایش را باز کرده به من ناهیدی بیرون آمد تا در مورد ادامه کار بازجویی با هم صحبت کنیم. در این فاصله آن داردی ها و خواستاران شاید برای خوشخدمتی دستهای خورزا خلیق را با دستن به میده های پنجره اتاق بسته و آویزان کرده شد. به محض اینکه وارد اتاق شدیم و از ما گذاری بودم ها کلید دستانها را به یکی از دستانهای مورد استفاده شهردانی و دیگری از دستانهای مورد استفاده کاباکو امتحان کرده و دستانها را باز کنند، آن مبارزه مقاوم بیحال شده و بعد از آن هم کلانچاق برای بهبودی او که دانش را ابتدا از مرگ نجات داده بودم و بعد این صورت شریع شد یا کرده. اما از معروف‌ترین پرونده‌هایی که به اسم تهرانی گره خورده، پرونده مرگ مشکوک 3 نفر از اعضای گروه کمونیستی به نام‌های سعید کردقراچولو، محمود وحیدی و محمد رضا کلانتریه. از داخل زندان خبر رسیده بود که اینا با خوردن سیانور خودکشی کردن. ولی تهرانی این بازجویی‌هاش گفته که خودکشی در کار نبود و اون 3 نفر با خوروندن قرص سیانور تو محوطه اوین کشته شدن. از سال 56 که مسئله حقوق بشر و فضای باز سیاسی در ایران اعلام شد، ساواک روش جدید رو در پیش گرفت. به این ترتیب که کادرهای مخفی رو اگر دستگیر می شدند پس از شکنجه با سیانور یا سایر وسایل مثل نمیدونم اسلحه احتمالاً که مجهز به صدا خفه کن باشه از بین می‌بردن. و این شاید به این علت بوده که از کادرهای مخفی که فکر می‌کردن بیشترین خطر رو برای رژیم دارند می‌ترسیدند و به این وسیله اونها رو از بین می‌بردن. در یک مورد خاص یه همچین موردی هم برای ما اتفاق افتاد. به این ترتیب که 3 نفر از اعضای یک سازمان با اسامی سعید کردقراچولو، محمود وحیدی و محمد رضا کلانتری که از طریق تعقیب و مراقبت و شنود تلفنی به اینها دسترسی پیدا شده بود دستگیر شدند، که ما ابتدا مشغول بازجویی عادی از اینها بودیم. بعداً هوشنگ ازغندی به ما گفت که اینها رو گفتن باید فشار بیارید. در نتیجه ما مقداری اونها رو شکنجه کردیم و اونها هم مختصری اطلاعات دادند. بعد از 2 روز هوشنگ ازغندی عنوان کرد که این افراد باید از بین برن، که این مسئله ابتدا مورد اعتراض من و سعید میرفخرایی معروف به سعیدی قرار گرفت و گفتیم این امر رو نباید انجام داد و به هیچ وجه صحیح نیست. بعد از بحث‌های فراوان
از غندی گفت تمام این مطالب رو با ثابتی صحبت کرده و اونها نپذیرفتند و چون شما در جریان قضیه هستید باید اونها رو از بین ببرید و ضمناً خود من هم هستم، یعنی خود من هم شرکت دارم. وقتی من به عنوان رئیس کمیته در این کار دخالت دارم و شرکت دارم، شما هم مجبورید. بعدن بعد از یک یا دو روز لباس‌های اینها رو پوشوندیم، سوار آمبولانسشون کردیم و در همون محوطه اوین از غندی 3 قرص سیانور داد که این قرص‌ها رو من و سعید میرفخرایی به اون 3 دادیم. دادگاه تهرانی و فریدون توانگری با اسم مستعار آرش یکی از طولانی ترین جلسات دادگاهی انقلاب بود و عمد زمان 4 جلسه دادگاه هم به اعترافات و صحبت‌های تهرانی اختصاص داشت. تهرانی 150 صفحه اعتراف نوشته بود و تنها درخواستش از دادگاه این بود که بهش وقت بدن تا همه اعترافاتش رو بگه. درخواستی که دادگاه با روی باز ازش استقبال کرد. نخستین جلسه دادگاه این دو 24 خرداد 58 برگزار و متن کاملش تو روزنامه اطلاعات 26 خرداد منتشر شد. گزارشگر روزنامه اطلاعات نوشت اولین جلسه دادگاه در محل مسجد زندان قصر تشکیل شد و رئیس دادگاه اعلام کرد به اعتبار آنکه امر داوری و قضاوت در صدر اسلام در مساجد انجام می شده و نیز برای آنکه مردم بیشتر بتوانند ناظر جریان کار دادگاه انقلابی باشند، محاکمات از این پس در مسجد زندان قصر ادامه خواهد یافت. دادگاه با حضور خانواده چهره‌های شناخته شده ای چون مادر سنجری ها و همسر بیژن جزنی برگزار شد. البته گفته شده که همسر تهرانی هم به صورت ناشناس در جلسه دادگاه حاضر بوده. ده ها تماشاگر و شاهد در دادگاه حضور داشتن و خبرنگاران و فیلمبرداران داخلی و خارجی صحنه های دادگاه رو ثبت می‌کردن. بعد از قرائت کیفرخواست تهرانی در مقابل این پرسش دادگاه که ازش پرسیدن چه تخصصهایی دارید پاسخ داد: تخصص خاصی ندارم. متاسفانه در طول خدمت در ساواک به یک سری اعمال دست زدم که اسمش شکنجه، قتل، گناه کبیره و سایر چیزهایی است که برای تک تک آنها در این شرایط متاسفم. تهرانی و آرش بعد از 4 جلسه دادگاه به اعدام محکوم شدند. تهرانی در آخرین روزهای زندگیش تو نامه‌ای به طالقانی و حسن لاوتی اشکبری نوشت: به عنوان یک ایرانی مسلمان که از ابتدای استخدام در ساواک در اهداف مبارزه با کمونیسم کار کرده و از نزدیک وضعیت گروه‌ها و دستجات مختلف مارکسیستی را تا حدودی می‌دانم، اعلام خطر می‌کنم که دولت موقت انقلاب اسلامی و به طور کلی مسئولین امر باید هر چه زودتر برای مقابله با این گروه‌ها وارد عمل شوند. تهرانی هر کاری ازش خواستن و کرد. از اعترافات 150 صفحه‌ای که هر اسمی بهش میدادن و توش جا داد تا نامه معروفش به طالقانی. اون در نامه‌ای به طالقانی نسبت به خطر وجود مجاهده و چپا هشدار داد تا دست انقلابیون برای سرکوب بازتر باشه. اما در حکمی که براش پیشبینی میشد تغییر ایجاد نکرد. آرش و تهرانی هر دو به اعدام محکوم شدن و نیمه شب 3 تیر ماه 58 تو محوطه زندان اوین تیربارون شدن. تهرانی که یکی از معروف‌ترین بازجوهای ساواک بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاکمه و تیربارون شد. اما هیچ وقت معلوم نشد اعترافات 150 صفحه‌ایش واقعی بوده یا زیر شکنجه به دست اومده. شاید هم بهای این بوده که پرونده‌اش رو سبک‌تر کنن، اما اونایی که تطمیعش کرده بودن زدن زیر قولشون. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.